افراد ملی به درد ما نمیخورن، افراد مسلم به درد ما میخورن. اسلام با ملیت مخالف است. معنی ملیت این است که ما ملت را میخوایم، ملیت را میخوایم و اسلام را نمیخوایم. عرض میکنم که این ملیگرایی اساس بدبختی مسلمین است، برای این است که این ملیگرایی ملت ایران را در مقابل سایر ملت‌های مسلمین قرار می‌دهد و ملت عراق را در مقابل دیگران و ملت کذا را در مقابل کذا. اینها نقشه‌هایی است که مستعمرین کشیدند که مسلمین با هم مجتمع نباشند. School children burying their classmates shot by the regime. Video snippets, electricity cut off, people screaming, gunshots, and then silence. It's always the same patterns, colleague. The regime shuts down the internet, it kills in darkness, and that is why it is our job to put the spotlight on what is happening in Iran. There are even testimonies that the revolutionary guards picked the most beautiful of the protesters, boys and girls, and then raped them so that others do no longer dare to raise their voice. And colleagues, I want to know what happens, and I don't want those responsible for these atrocities to get away with it. درود بر شما. 4 آذر ماه 1401 خورشیدی و 25 نوامبر 2022 میلادی. امشب در صفحه آخر می‌پردازیم به کشتار مردم کردستان، به مسیری که خامنه‌ای برای حکومت ترسیم کرده و به افشای باند زیر عبای آیت الله مظاهری در اصفهان. پرده آخرم خواهیم داشت آخر برنامه. لکه تو مای خوشگی بمیرم بر میدان برای دلیرم، لکه تو مای خوشگی بمیرم بر میدان برای دلیرم. به تی خوشان و خبار و ندزگر کن ولاد گدگا با آوازی جن شیان آزادی. جنبش انقلابی زن زندگی آزادی از کردستان شروع شد با کشته شدن مهسا ژینا امینی. 25 شهریور 1401 مهسا امینی دختر 22 ساله سقزی در تهران به دست مزدوران حکومت کشته شد و آتش انقلاب مهسا از زادگاه او شروع شد و بلافاصله تبدیل به قیام سراسری علیه نظام جمهوری اسلامی شد. تو این تقریبا 2.5 ماهی که از شروع این جنبش انقلابی سراسری میگذره، کردستان در صف اول مبارزه علیه جمهوری اسلامی بوده، نه تنها به دلیل سرکوب خونینی که در این استان 1,600,000 نفری و شهرهای کرد و استانهای آذربایجان غربی و کرمانشاه مثل مهاباد و جوانرود جریان داره، اساساً به دلیل مقاومت پایدار و بیوقفه است که مردم این استان در مقابل سرکوب خونین داشتند، از تظاهرات خیابانی گرفته تا اعتصاب سراسری استانی که همچنان ادامه داره، تا کمک بیدریغ پزشکان و پرستاران و حتی مادران خانه‌دار به زخمی‌های قیام و اشکال دیگری که در حافظه تاریخی مردم ایران امیدوارم ماندگار بشه. تنها در کمتر از 1 هفته در کردستان و شهرهای اطراف حدود 50 نفر کشته شدند و بیش از 100 نفر زخمی. با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هنگاف، از روز سه‌شنبه 24 آبان تا دوشنبه 30 آبان و در جریان اعتراضات در شهرهای کردستان دست کم 42 شهروند توسط نیروهای حکومتی کشته شدند. بر اساس مستندات موجود 40 مورد، معادل 95% این موارد، با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی انجام شده که عمدتاً از ناحیه سر و سینه هدف قرار گرفتند. همچنین 1 شهروند متعاقب بازداشت توسط نیروهای حکومتی زیر شکنجه کشته شده و 1 شهروند دیگر به دلیل جراحات شدید ناشی از ضربات چاقو کشته شده است. ضربات چاقویی که دیدین دیگه، این
در ویدیوهایی که عرض میکنم شما مدام میبینید اینا رو در فضای مجازی و در تلویزیونهای ماهواره‌ای، دیگه ما توی این برنامه صفحه آخر نمیایم مکرر پخش بکنیم که این لات و لوت هایی که جمهوری اسلامی به عنوان لباس شخصی آورده تو خیابون با چاقو چگونه مردم رو میزنن. اگر بتونن گیر بندازن کسی رو در گوشه ای تنها. باری دوشنبه 30 آبان باز جمهوری اسلامی برای سومین بار از آغاز جنبش انقلابی زن زندگی آزادی به اقامتگاه احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق حمله نظامی کرد. تا امشب 19 تن از جمله چند کودک در این حملات کشته شدند. مسئولان حکومت بارها گفتند که این احزاب سلاح وارد ایران می کنند تا ایران را تجزیه کنند. مسئولان احزاب کردستان ایران بارها از همین تریبون صدای آمریکا و تریبون‌های دیگه نه فقط این ادعای جمهوری اسلامی رو رد کردن، بلکه با صراحت گفتن که جمهوری اسلامی میخواد احزاب کرد رو به رویارویی نظامی وادار کنه تا از این راه به کردستان ایران لشکرکشی کنه، حمله نظامی کنه و ما در دام این توطئه جمهوری اسلامی که مسیر سرکوب جنبش انقلابی سراسری ایران رو داره نمیافتیم. یاد که صحبت‌های میلاد محمدی رو بشنویم، برادر شهریار محمدی که جمعه 27 آبان در بوکان به دست مزدوران حکومت کشته شد. بله، همه هموطنانم، من میلاد محمدی، برادر شهید شهریار محمدی از شهرستان بوکان. درود بر تمام شرف همه مملکتم، همه ایرانیان عزیز. برادر من برای کل ایران شهید شد. هیچ ناراحت نیستم، گریه نمی کنم، چون برادر من سرشون آسمون است، سر ما بالا، بر سرمون بالا می گیریم، با افتخار می گیریم. ما همه برادر شهید شهریار محمدی هستیم و شهیدان دیگه. ما تعصب اینو نمی کشیم بگیم کردیم، می خواهیم از ایران جدا بشیم. نه، ما یک ایرانی هستیم و یک ایرانی می مانیم. و درود بر شرف همه مملکت ایران. نترسید، نترسید، هیچ مشکلی پیش نمیاد. شهید میدیم، با افتخار میگیم شهید شدیم. هیچ نترسید، با افتخار میگیم شهید شدیم. درود بر شرف همه مملکت ایران، درود بر ترک، درود بر فارس، درود بر بلوچ، ترک، عرب، همه مملکت ایران. ما از ایران نمیخوایم جدا بشیم. ما سنی هستیم ولی همه ایرانی رو دوست داریم، فرق نمیکنه. ما تعصب سنی بودنمون رو نمیکشیم، ما یک ایرانی هستیم. برادر من برای همه جان داد، برای شما، برای من، برای همه مملکت، برای زن زندگی آزادی. درود بر شرفتون. نترسید از گلوله، نترسید از تانک، نترسید. میمیریم، چه خوبه با مرگمون با شهادت باشه، چه خوب است مرگمون با شهادت باشه. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. میلاد محمدی، برادر شهریار محمدی که 27 آبان در بوکان به دست پاسداران حکومت کشته شد. جمهوری اسلامی میاد، قبل از این اشاره بکنم که این هوشمندی این نسل، این جوانان امروز ایران که در برابر تمام تبلیغات واقعا سخیف جمهوری اسلامی میدونن که چگونه بایستن و مردم رو آگاه بکنن. نمونه شد تو صحبت میلاد محمدی شنیدین. جمهوری اسلامی واقعا نقشه های کثیفی میکشه از ترس برای نشون دادن اینکه خودش این بچه ها رو، نمونه شهریار محمدی رو، نمیکشه. سازمان حقوق بشری هنگاف خبر داد بیش از 50 نفر از نیروهای سپاه پاسداران به بیمارستان قلی‌پور بوکان هجوم بردند و پیکر شهریار محمدی را روبودند و ساعت 11 شب مخفیانه دفن کردند. این نیروها در داخل محوطه بیمارستان به سوی خانواده محمدی تیراندازی کردند و دست کم 5 نفر را مجروح کردند. جمهوری اسلامی بعد از این جنایت میره به رسانه‌هاش، میگه این خبر رو منتشر بکنه.
همشون هم به فرموده منتشر میکنن. عیناً قاتل دو جوان بوکانی دستگیر شد. سرهنگ حیدری فرمانده انتظامی شهرستان بوکان در تشریح این خبر اظهار داشت: به دنبال وقوع یک فقره نزاع و درگیری چند جوان در روزهای گذشته که منجر به قتل محمد حسنزاده در یکی از محلات شهرستان شده بود، متاسفانه دیروز یکی دیگر از عوامل این نزاع و درگیری به نام شهریار محمدی که به شدت مجروح شده بود فوت کرد. این وقاحت بی حد و مرز تو همه دروغ بافی های حکومت از جنبش انقلابی در تمام دو ماه و نیم گذشته حاکم بوده و این باز کردن زخم داغ خانواده های شهید داده است. از کشتن دختران و پسران در جریان تظاهرات و اعلام اینکه اینا از پشت بوم افتادن یا خودشونو پرت کردن پایین، از حمله به بیمارستان‌ها و دزدیدن پیکر کشته شده‌ها تا به رگبار بستن عزادارانی که بر مزار عزیزانشون جمع شدن. در چند روز گذشته دیدین دیگه، در منطقه هم مردم شاهد انتقال کاروان زرهی و سلاح‌های سنگین سپاه به استان کردستان بودن. ویدیوهایی که از به رگبار بستن مردم در خیابونا و تیراندازی جنون‌آمیز به خونه‌های مردم و تخریب خودروهای شخصی و مغازه‌ها منتشر شده گویای این وحشیگری علیه مردمی است که آزادی میخوان و رفاه انسانی میخوان و مصرتر از بقیه استانهای ایران در گرفتن حقشون هستن و به همین دلیل شدیدتر سرکوب میشن و احزاب سیاسی مورد اعتماد این مردم تا عمق خاک عراق سرکوب میشن و با پهباد و موشک مقرهاشون ویران میشه. این که میگم احزاب سیاسی مورد اعتماد این مردم، بارها در برنامه‌های اخیر گفتم تو سه هفته گذشته که اعتماد مردم استان کردستان ایران، اصولا کردهای ایران، به احزاب سیاسیشون، به طور مشخص حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کومله کردستان، زحمتکشان کردستان ایران یا حزب کومله کردستان ایران، در پاسخ سراسری در استان کردستان به فراخوان اعتصاب، دو بار فراخوان اعتصاب این احزاب بود. این یک گزارش واقعی از عینیت آن چیزی است که داره رو زمین در این استان میگذره. مردم اعتماد دارن به این احزاب سیاسی. بعد از سومین حمله موشکی و پهبادی به مقر احزاب کرد که عرض کردم، خاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در یکم آذر ماه میگوید امروز مقرها و محلهای متعلق به گروهک تجزیه طلب پاک، حزب آزادی کردستان، که در حمایت و پشتیبانی از اغتشاشات و ناآرامی‌های اخیر شمال غرب کشور نقش داشته، با موشک‌های دقیق و نقطه‌زن مورد هدف قرار گرفتن و منهدم شدن. یعنی چی؟ خودش میگه این احزاب جرمشون این است که از ناآرامی‌های اخیر شمال غرب ایران حمایت کردند. یعنی از این قیام سراسری در کردستان حمایت کردن. خب قاعدتا پاسخ حمایت از اعتراضات عمومی مردم، پاسخ چنین موضعی هیچ وقت حمله نظامی نبوده دیگه. الان حمله نظامی میکنه جمهوری اسلامی، تهدیدم میکنه که تا پاکسازی کامل این احزاب به اصطلاح ادامه میدهیم، چون دلیل موضع و موقعیت خود حکومت، خود جمهوری اسلامی، هر وقت خواسته فرافکنی کنه جنایت نظامی میکنه. هواپیمای مسافربری اوکراین رو میزنه که بگه آمریکا زده. به احزاب کرد حمله میکنه. این بار هم خیلی سعی میکنه یه جنگ منطقه‌ای راه بندازه که تا امروز نه احزاب کرد نه اقلیم کردستان عراق وارد این تله نشدن. با همه انتقادهایی که حالا در این موضوع از زاویه حقوق بشر، شاید همین احزاب کرد به اقلیم کردستان عراق وارد میدونن، به دولت عراق وارد میدونن، ولی واقعیت این است که سکوت اونا تقریبا فقط محکوم میکنن. مثلا اقلیم کردستان عراق مدام بیانیه میده و محکوم میکنه رسما، ولی اینکه حرکتی نمیکنن خودش پیشگیری از وارد شدن تو این دامی است که جمهوری اسلامی برای روشن کردن آتش یک جنگ در منطقه، برای فرافکنی قیام سراسری علیه خودش داره انجام میده.
خب این جنایت جمهوری اسلامی نشان میدهد که آن چیزی که همیشه سعی میکرده مردم ازش بترسونه، به اصطلاح یه لولوی آورده بود که یه وقت قیام نکنن مردم علیهش، داره سعی میکنه خودشون لولو رو به وجود بیاره. تبلیغات فراوان کرد در رسانه‌هاش از زبان اصولگراها و اصلاح طلباش، به ویژه که هر جنبش انقلابی برای تغییر حکومت باعث میشه که ایران سوریه‌ای بشه، جنگ را میفته تو استانهاش، تو مناطقش. حالا خودش داره کاری میکنه که کردستان بشه استانی که درگیر جنگ نظامی و شبه نظامی با جمهوری اسلامی بشه، تا عرض کردم مسیر جنبش انقلابی سراسری ایران رو منحرف بکنه. چه باید کرد تا جلوی این فاجعه رو گرفت؟ در خدمت آقای دکتر مهرداد درویشپور هستیم، جامعه شناس و فعال سیاسی در سوئد. آقای درویشپور خوش آمدید به امشب صفحه آخر. بنده سوال مطرح کردم، بفرمایید، خواهش میکنم. درود میفرستم به شما و همه بینندگان عزیز و درود به همه ایرانیان آزادی که در داخل و خارج از کشور در پشتیبانی از انقلاب زن، زندگی، آزادی، در واقع بیش از 2 ماهه که بدون کوچکترین خستگی دارن بار تداوم این جنبش رو برای برچیدن این نظام بر دوش میکشن و پهای سنگینی تا کنون پرداختن و حکومت برای این که موفق بشه اونها رو سرکوب بکنه سعی کرده که در واقع یک چهره، در واقع یک پرده تازه تری رو پیش رو بگذاره. و همونطور که شما به درستی اشاره کردید، اون پرده تلاش برای اتنیکی کردن به صلاح این به اصطلاح ندایی که وجود داره، این اعتراضاتی که وجود داره و با متمرکز کردن بر سر کردستان یک شکاف ایجاد کردن بین آنجا و بقیه ایران و در این حال ترساندن مردم ایران. این که گلوله های جمهوری اسلامی حتی تبعیض آمیزه، یعنی این که در زاهدان و در کردستان پشته بیشتری بر جای میگذاره، خودش به اندازه کافی نشون میده که چگونه ما با یک انقلاب تقاطعی روبرو هستیم که گروه های گوناگونی در اون هستن، ستم اتنیکی، زنان، علیه کل حکومت اسلامی، ستم مذهبی، جنبش کارگری، دانشجویان و غیره، همه از این حکومت آسیب دیدن، سرکوب شدن، یاد گرفتن با کنسپت و در واقع موضوع همبستگی به پشتیبانی از یکدیگر بپردازن و اجازه ندن که هر کدوم از این جنبش رو به گونه‌ای پراکنده سرکوب بشن. ما در واقع برای خونسا کردن سیاست حکومت 2-3 روش بیشتر نداریم. یک، به استنباط من، همونطور که شما اشاره کردید به درستی، رهبران چه مردم کردستان چه رهبران احزاب کردی به درستی و با هوشیاری حتی مردم رو تشویق کردن به پرهیز از توسل به خشونت برای اینکه در دام تله جمهوری اسلامی نیفتند. بنابراین فکر میکنم خود این سیاست خشونت پرهیزی در واقع به نوعی نقش کلیدی داره که در اینکه گروه‌های گوناگونی بتونن حضور پیدا بکنن و تبدیل به اصطلاح به یک جنگ مسلحانه بین چند گروه نشه، پدیده سوریه شدن در ایران اتفاق نیفته. یک. دو، احزاب کرد به درستی، گرچه در درجه اول طبیعتا منطقه کردستان، مردم کردستان رو مخاطب قرار دادن برای اعتصاب عمومی برای حمایت، اما اگر نگاه کنیم بعد از شاید اوائل انقلاب بود و میتونم بگم امروز بیش از هر زمان دیگری، احزاب کردی بر همبستگی سراسری دارن تاکید میکنن. این تمام تلاش‌های جمهوری اسلامی رو برای اینکه اونها رو جدایی طلب بخانه، برای اینکه مردم رو به اصطلاح احساسات ناسیونالیستی رو علیه کردها تحریک بکنه، همه رو خونسا میکنه. بنابراین به گمان من تعمیق، تداوم و پافشاری بر سر این همبستگی سراسری از سوی احزاب کردی و مردم کردستان بی نهایت بخش داره که در خونسا کردن این تلاش. اما بخش دیگر ماجرا به مناطق دیگر برمیگرده، به تهران برمیگرده، به شهرهای دیگر برمیگرده، به در واقع بخشهای غیر کردنشین، فارس، بلوچ، آذری، عرب، غیره. این که هرچه اینها بیشتر حمایت بکنن از کردستان، اگر شعار کردستان چشم و چراغ ایران واقعیتی داشته باشه، فقط در الهام بخشش به انقلاب زن، زندگی، آزادی نیست،
در این سنگر آزادگان که نقش کلیدی که پیدا کرده به تنهایی نمیتونه دنبال بکنه. اون نیازمند اینه که تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، شهرهای بزرگ و کوچک در بخشهای دیگر به پا خیزند، حمایت بکنند. هرچه این حمایت از سوی مردم ایران هم سراسری بشه، ما این بخت رو داریم که انقلاب زن زندگی آزادی در ایران یک اتوریته بیافرینه که این اتوریته هم دستگاه سرکوب حکومت رو خلع سلاح بکند لحاظ روانی، هم با نشان دادن این همبستگی اون توطئه رو کنسا بکنه. وقتی هرچی این حرکت ها غیر اعتراضات غیر متمرکز بشه، فوق‌العاده نقش داره در واقع دشوار کردن سرکوب. یعنی اگر حکومت نیرو میبره توی کردستان، اگر مردم تهران به پاخیزن، بخشای دیگه ایران به پاخیزن، آن موقع در واقع نیروی سرکوب نمیتونه یک جا متمرکز بشه و این خودش توانایی سرکوب رو کم میکنه. بنابراین گرچه من هرگز در هیچ گفتگو و بحثی به خودم اجازه ندادم با توجه به اینکه در خارج از سوئد، خارج از ایران به سر میبرم، در سوئد به سر میبرم، فراخوانی یا در واقع توصیه‌ای بکنم به مردم ایران، ولی اجازه میخوام از این فرصت استفاده کنم به مردم داخل کشور و خارج از کشور بگم امروز حمایت از کردستان در واقع راز تضمین انقلاب زن زندگی آزادی است که فقط به کردستان محدود نیست و این بسیار مهمه که نظاره‌گر نبود، تماشاچی نبود، اعتراض کوچک و بزرگ به هر شکلی در بخش‌های دیگر ایران شکل بگیره و فکر می‌کنم اگر ما با این سیاست تداوم بتونیم بخش‌های دیگر جامعه حضور گسترده‌تری داشته باشند، بنابراین فشار بر کردستان می‌تونه کمرنگ بشه، مقاومت مردم و ایستادگی روانیش رو در کردستان افزایش پیدا بکنه و وقتی که همه به درستی دارن میگن کرد، بلوچ، آذری، عرب، فارس و غیره، ما همه هم سرنوشتیم، همه در یک کشتی نشستیم که این کشتی رو در واقع حیات و ممات ما به برچیدن این نظام گره خورده، برای اینکه ایران و ایرانیان مستقل از هر تعلقی که دارن بتوانند در جامعه ایران در واقع روی سعادت و رفاه رو ببینن. نسل جوان به میدان آمده، بیباک، شجاع، با ترقی‌خواهانه ترین انگیزه ها. اجازه بخوام از فرصت استفاده کنم بگم نسل من و شما هم میبایست پشت این جوانان، زنان قرار بگیره. انقلاب زن زندگی آزادی علیه مردان نیست، مردان رو فرا میخونه که به عمری تحقیر علیه زنان پایان ببخشن، عمری از تحقیر تمام شهروندان ایران با هر عقیده مذهبی، هر عقیده سیاسی و هر نسلی که از کارگری، دانشجوی و غیره به این پایان ببخشن. بنابراین حس این همسرنوشتی رو فقط در شعار نباید تکرار کرد. امروز کردستان نیازمند گسترده‌ترین حمایته. به این حمایت من به سهم خودم فرا می‌خونم که به عنوان یک غیر کرد، به عنوان یک فارس‌زبان که از قضا جانم رو مدیون کردها هستم، برای اینکه همون سالهای سرکوب اولیه کردها بودن که در واقع به ما پناه دادن و توانستیم از چنگال جمهوری اسلامی بگریزیم. امروز کردستان نیازمند حمایت مردم ایرانه و باید با تمام قدرت از اون حمایت کرد و این فقط حمایت و همبستگی از کردستان نیست، در واقع همرزمی مشترک علیه استبداد دینی حاکم ایران هست که امروز در واقع جان تمام مردم رو در کیشه کرده و باید این پون رو شکست و پایان بخشید به این چرا چند سال نکبت، تحقیر، سرکوب و کشتار. و این فقط راز در گروه همبستگی همگانی است، چه احزاب اپوزیسیون، چه مردم ایران، چه گروه‌های نسلی گوناگون، چه گروه‌های اتنیکی، چه جنبش‌های گوناگونی که در ایران وجود. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس و فعال سیاسی در سوئد. خب ببینید، حمایت از جنبش انقلابی و بخش تدارکات انقلاب اگر نباشد، خب کار بسیار مشکل میشه. تدارکات و کمک مالی در انقلاب 57 دست بازار بود و مؤتلفه اساساً. امروز چگونه است؟ همه مردم ایران در این قیام سراسری سهیمند. خرج این جنگ سرنوشت
از کجا باید تامین بشه. من به دولت ها کاری ندارم، چون همونطور که خود مردم ایران برای آزادیشون قیام کردن، خود مردم ایران هم نیازهاشون رو تأمین میکنن. بذارین بریم خدمت آقای دکتر مسعود نقره‌کار، پزشک، نویسنده و پژوهشگر، که در چند سال گذشته ایشون در جمع‌آوری و فرستادن کمک مالی به لایه‌هایی که بیش از بقیه زیر فشار حکومت بودند در ایران سهم مهمی داشتند. و به ویژه من بگم اهمیت این که ما رفتیم خدمت آقای دکتر نقره‌کار این است که آقای نقره‌کار، اینو بگم که در واقع مسیر صحبتمون روشن‌تر بشه، آقای نقره‌کار از معدود شخصیت‌های سیاسی هستند در خارج از ایران که در واقع تعلق به دلیل تعلق فکری یا تشکیلاتی یا سازمانی که ندارن، البته تعلق تشکیلاتی و سازمانی بهشون نگاه نمیشه، سعی کردن که در اون سالهای گذشته و به همین دلیل هم تونستن این مسیر انتقال کمک‌های مالی به ایران رو داشته باشن. در این 7-8 سالی که بنده اطلاع دارم سعی کردن که در واقع یک مسیر همه جانبه، بدون در نظر گرفتن اینکه چه کسی چه ایدئولوژی داره، چه فکر میکنه، سلطنت طلب، جمهوری خواه، راست رو، چپ رو، نمیدونم یواش رو، تند رو، در یک مسیر در واقع، یعنی یک بخش از فعالیت مدنی رو فعال کردن. و درک این موضوع البته خیلی مهمه که حالا با خودشون صحبت میکنیم. آقای دکتر، چگونه میشود بخش مالی کمک به جنبش انقلابی رو فعال کرد؟ اینو مخصوصا این نظر میگم که برای بیننده ها عرض میکنم که روشن‌تر بشه موضوع، که یه موقعی از اعتصاب کارگری صحبت میشه، میگن صندوق اعتصاب کارگری این نباشه نمیشه. بسیار خوب، این اعتصاب کسبه در ایران، اینا خرج داره، مردم خرج دارن، کرایه مغازه‌شو نمیتونه طرف بده، نون شب زن و بچه‌شو نداره، بدهکاره، و بچه‌هایی که تو ایران دارن فعالیت میکنن، اینا هر کدوم زندگی دارن، و چگونه میشود در واقع خرج انقلاب رو تأمین کرد؟ بفرمایید آقای دکتر. بله، درود میفرستم به شما و بینندگان محترم برنامه‌تون. ببینید، اصلی ترین منبع تأمین مالی هر جنبشی، هر انقلابی، به ویژه همین به طور مشخص جنبشی که در جامعه ما جاری است، مردم هستند. به ویژه اون بخشی که حامی این جنبش و یا انقلاب هست. بنابراین باید این نکته توجه کرد، ممکنه کانال های فرعی دیگه ای مطرح بشه، ولی اصلی ترین منبع تأمین همونطور که عرض کردم مردم هستن. خب واقعیتش در رابطه با جامعه ما به طور مشخص، حامیان این جنبش به ویژه ایرانیان خارج کشور رو میباید به عنوان یک منبع تأمین کننده اصلی و مهم قلمداد کرد. البته در داخل کشور هم به همین شکل. ولی ایرانیان خارج کشور همونطوری که میدونیم هم کمیت قابل ملاحظه‌ای هستند و هم توانمندی قابل توجهی تون عرصه دارن، و در عین حال خب میدونیم خواستشون و ادعاشون همون آزادی خواهی و عدالت جویی در جامعه است. خب تا به حال واقعیتش به گمان من در رابطه با اصلا درک این که کمک مالی چه اهمیتی داره و تلاش در راستای برنامه ریزی و مدیریت این کار، خب خیلی جدی تلقی نشده بوده، به ویژه در میان اپوزیسیون خارج کشور و ایرانیان خارج کشور که همونطور که عرض کردم این توانایی رو دارن. و خب الان یه 3-4 سال هست که ما داریم میبینیم که به این ضرورت توجه شده، به ویژه در رابطه با این جنبش. ببینید، ظرف همین 2-3 سال اخیر هست که فاندهای مختلف و به اون بنیادهای مختلفی در خارج کشور شکل گرفته برای کمک رسانی مالی و خدماتی، و
و خب همونطوری هم که از داخل حتما اطلاع دارید میدونید که خواست جوانانی که در کف خیابان و یا میادینن و یا گروه های اجتماعی مختلف که اعتصاب میکنن و حرکت میکنن کمک مالی است بیش از هر چیزی و این رو به صراحت مطرح کردن. بنابراین میخوام بگم خارج کشور، چون من تأکیدم روی خارج کشور هست و ایرانیان خارج کشور میتونه نقش بسزایی در این رابطه داشته باشه. الان در سه سطح، البته دو سطح مهم در رابطه با کمک مالی مطرح میشه. یکی مسئله جمع‌آوری کمک مالی است و یکی که مهمترین هست مسئله انتقالش به داخل و توزیع آن در داخل و رسوندن اون به دست به هر حال کسانی که نیازمند هستن، حالا تو حوزه‌های مختلف با شناخت نیازهایی که در داخل مطرح میشه. در خارج کشور در این سطحی که من عرض کردم مسئله جمع‌آوری کمک مالی الان مشکل زیادی باش مواجه نیستیم با توجه به شرایطی که هست. خب خیلی ها کمک میکنن، منتها تو سه سطحه. یکی همون فاندها و بنیادهاست که بیشترین منابع مالی الان تو اون فاندها و بنیادها هستن. یه سطح هم سازمانها و گروههای سیاسی و نهادهای مختلف کمک میکنن که اون محدود فقط در حوزه میشه گفت اون تفکرات و اون دیدگاههای سیاسی و اون محدوده خودشونه. یه سطح دیگه هم کمیته‌ها و افرادی هستن که شکل گرفتن و اینها در واقع هم رابطهشون گسترده تره و هم در این حال اون نگاه های محدود کننده رو ندارن، منتها توان مالیشون کمه. یعنی واقعیتش اینه که بیشتر این همطور درست کردن منابع مالی توی فاندا هست. بنابراین من فکر میکنم با توجه به اهمیتی که کمک مالی داره و برای هممون روشنه، باید این کمیته های کشوری و کمیته هایی که میتونن کمیته های پشتیبانی مالی و خدماتی تلقی بشن در کشورهای مختلف شکل بگیرن و این فاندها و بنیادهایی که معمولا درگیر یک سری مسائل بوروکراتیک و قانونی در کشورهای دیگه هستن سعی کنن پیوندشون رو با این کمیته ها تقویت بکنن و کمک های مالی رو از طریق این کمیته ها به داخل ایران برسونن. مسئله الان در خارج کشور در واقع همطور که عرض کردم مسئله جمع‌آوری کمک مالی نیست، مسئله انتقال به داخله. همین وضعیت هم میتونیم در رابطه با داخل در نظر بگیریم. آقای دکتر ببخشید اجازه بفرمایید قبل از اینکه بریم داخل، در خارج از ایران یعنی این کمیته های کشوری هنوز شکل نگرفته، درست عرض میکنم؟ همینطوره، خیلی خب. محدود. خیلی محدود. ببخشید من میخواستم ببینم که برای مثال آیا فکر نمی کنید که مسیر کوتاه‌تری است اگر که کمیته های حالا با توجه به اینکه خودتونم فرمودین تازه خیلی هم دیر شده و به نسبت نیازهایی که این جنبش انقلابی در داخل دارد در فعالیت مدنی شما عرض میکنم خیلی هم دیر شده تازه این، حالا همین الان اگر بخواییم مسیر کوتاه‌تر بکنیم آیا فرض بفرمایید شکل گرفتن کمیته های حرفه‌ای، کمیته های صنفی، مثلا کمیته پزشکان حامی جنبش انقلابی زن زندگی آزادی یا هر چیزی، پزشکان این نظر میگم شما برای مثال خودتون پزشکین و همین الان در جا من میتونم اسم دو پزشک دیگر رو بگم که اگر بتونم این حق رو داشته باشم که بگم بی تردید اونها هم با توجه به اینکه به هر حال ما خبرنگاریم دنبال میکنیم دیگه همه سوراخ سنبه ها رو میریم میگردیم، اونها هم آدم هایی هستن که قابل اعتمادن از این نظر. یعنی فرض کنید آقای دکتر اجتهادی دایی فرشید حکی که ایشون در کالیفرنیا هستن یا عبدالستار دوشوکی برای مثال که پزشک هستن، ایشون هم منظورم اینه که اگر کمیته ای از پزشکان مثلا تشکیل بشه هم به هر حال توان مالیشون احتمالاً بیش از کسبه فرض کنین محله ما هستن در آمریکا، هم
اعتماد بیشتری هم خودشون به هم دیگه دارن، هم اعتماد بیشتری جلب میکنن. همینجور اصناف دیگه، منظورم اینه که این کمیته ها راحتتر آدم های معتمد هم دیگه رو پیدا میکنن. یه چیزی که حالا در ایران هم میتونه همینجور باشه، ولی آیا در خارج از کشور این مسیر ساده تر یا شاید سریع تر نیست؟ به جای اینکه سیاسی ها دنبال هم دیگه بگردن و ای بس و این بس، مردم هم چندان اعتمادی به این افراد نکنن، چون متاسفانه همه چیز الان داره از مسیر فعالیت مدنی میگذره که همونطور که شما گفتین که همه جانبه باشه، محدود نباشه و مردم به اینا اعتماد میکنن فقط. بله. ببینید، طرحی که مطرح شده این کمیته های حالا پشتیبانی مالی و خدماتی در کشورهای مختلف در خارج کشور شکل بگیره و خب میتونه این از گروه های اجتماعی خاص مثل پزشکان باشه یا سلبریتی ها، هنرمندان و دیگران که توانایی مالی دارن، و هر کدوم از اینا میتونن در رابطه با داخل ایران در واقع مسئولیت قبول بکنن که یه گروه اجتماعی خاص، برای نمونه یه بخشایی از به هر حال جنبشی که الان مثلا محلات، کمیته های محلات رو میتونن برخی از این کمیته ها در ارتباط با اونها بخش های مختلف رو و گروه های اجتماعی مختلف رو تقسیم کار بکنن، تأمین مالی بکنن. این امکان پذیره. مطابق مسئله اینه که کمک های مالی قابل توجه همونطوری که عرض کردم بیشتر الان در این فاند ها و بنیاد هاییست که شکل گرفته و اینا به دلایل قانونی و اون نظام سیستم بوروکراتیکیه که دارن فلواقع ارتباط با داخل و اینکه به راحتی بتونن به داخل پول منتقل بکنن رو ندارن. پولایی که در صندوق‌های ایناس بیشتر میمونه و ورم میکنه. باید یک رابطه بین این فاندا و این مجموعه‌ای که این صندوق‌ها رو دارن و اون کمیته‌هایی که داره شکل میگیره برقرار بشه که در واقع اون کمیته‌ها بتونن در این حال که خودشون هم کمک مالی جمع آوری میکنن از این فاندا هم کمک بگیرن یا از جریان های سیاسی دیگه ولی با اون مشخصه که شما گفتید بتونن با داخل ارتباط داشته باشن و هر کدوم هر کشوری واقعا بتونه یه گروه اجتماعی خاص یا یه بخشی از جنبش و مسئولیتش رو قبول بکنه برای تامین نیازهای مالی و خدماتی. از این جزو وظایف شما خواهد بود در واقع که ادامه فعالیتتون دیگه، که ما در آینده باز از شما خواهش کنیم که تشریف بیارین، ما بیایم خدمتتون که گزارش بدید که این کمیته های کشوری شکل گرفته و این پولای ورم کرده به قول شما در بنیادها که به نیت فرستادن برای به هر حال لایه‌های نیازمند جامعه در قیام سراسری علیه استبداد جمع شده، اینها رو شما در واقع ساماندهی کردید به کمک همکاراتون و دوستانتون و هم صنفهاتون. آقای دکتر، فرصتمون کوتاه، درباره داخل کشور خواستین بفرمایید، خواهش می‌کنم بفرمایید که همین وضعیت رو من فکر کنم در داخل کشور باید پیش برد، یعنی شکل‌گیری کمیته های پشتیبانی مالی و خدماتی از جنبش. منتها بعضی از گروه های اجتماعی همونطور که شما اشاره کردید در جامعه ما تجارب، حالا گروه های اجتماعی صنفی، تجارب بسیار خوبی در رابطه با رسوندن کمک مالی به جنبش ها اصلا در تاریخ همین 100 ساله اخیر ما به جنبش ها و انقلاب ها داشتن و اون برای نمونه یکیش بازاره. بازار تجربه به سزایی در این رابطه داره. بنابراین باید رفت سراغ بازار، باید رفت سراغ گروه های اجتماعی مختلف در داخل، ورزشکاران، سلبریتی ها، اونهایی که توانایی مالی دارن. و این کمیته هایی که من عرض کردم در داخل باید در کنار این گروه های اجتماعی و با توجه به تجربه اینها شکل بگیره. واقعیتش اینه که الان اصلی ترین و مبرم ترین نیاز جنبش زن زندگی آزادی نیاز مالی و خدماتی است. اگر رسانده نشه فردا دیر خواهد. بسیار ازتون سپاسگزارم. آقای دکتر مسعود نقره‌کار، پزشک، نویسنده و پژوهشگر و فعال مدنی در آمریکا. منم از شما تشکر. علی خامنه‌ای شنبه پیش 28 آبان در آغاز سومین ماه اعتراضات
دو ماه و نیم در واقع اعتراضات سراسری خونین علیه حکومتش میگوید، چجوری بگم واقعا باید خودش بشنوید، میگه 4 تا شرور و فریب خورده، شریر به قول خودش و فریب خورده اومدن تو خیابون. تو همین چند هفته ای که حالا تو خیابونا، بعضی از خیابونا 4 تا آدم شریر یا فریب خورده وارد شدن، اختشاش درست کردن. این 4 تا شریر فریب کیا رو خوردن که آمدن تو خیابون؟ هر وقت صدای قدرتمندی جمهوری اسلامی بلندتر بوده، تلاش دشمن برای پنجه زدن به جمهوری اسلامی بیشتر بوده. این مسئله. ما داریم پیشرفت میکنیم، دنبال پیشرفتیم، میخوان این نباشه. همه قدرت‌های استکباری دنیا که عمدتاً آمریکا و اروپاست، در مقابل این حرکت پیشرفت جمهوری اسلامی هرس میخورن، مضطرب میشن، ناراحت میشن، لذا وارد میدان میشن. چنان مست قدرت این آدم که نمیفهمه اصلا مسئله چیست، یا تجاهل میکنه، هم خودش نمیفهمه یا تجاهل میکنه، هم سعی میکنه اطرافیانش نفهمن مسئله کجاست. اصلا مسئله داخلی نیست، مسئله خارجیست. دشمن خارجی نمیتونه ببینه که ما داریم پیشرفت میکنیم. خب اینم طبیعیست دیگه، چون دشمنه دیگه. ما داریم در همه زمینه‌ها پیشرفت میکنیم، دشمن نمیتونه ببینه، طبیعتاً برای ما درد سر درست میکنه. 4 تا شریر فریب خورده میفرسه خیابون. این تحلیل پیشوا از اوضاع امروز ایران. توصیف نداره اوضاع امروز ایران. بعد پیشرفتی که پیشوا ازش میگه، پیشرفت در صنایع نظامی است، بارها گفته و تکیه میکنه به پهپاداش. پیشرفت در صنایع نظامی است، مثل کره شمالی که هنوز 3 دهه نشده، بعد از فروپاشی اتحاد شوروی 2 میلیون نفر از جمعیت 25 میلیونش از قحطی مردن، چون مواد خوراکیشو به ویژه غلات رو از شوروی وارد میکرد، حالا داره از چین هم وارد میکنه. درآمد عمده کره شمالی از صادرات سلاح و از زغال سنگ، اساساً سلاح، کشوری که زیر 2 دلار درآمد سرانشه همین امروز و 1/5 جمعیتش کمبود مواد غذایی داره. این رسانه‌های جمهوری اسلامی هم گزارش دادن، دیدین. خامنه‌ای میگه چون غرب مخالف پیشرفت جمهوری اسلامی است، تو ایران علیه ما انقلاب میشه. پیشرفتایی هم که میگه در حوزه تسلیحات دست کردن، مخصوصا پهپادهایی که میفرسته روسیه برای منفجر کردن رو سر بچه‌های اوکراینی. منطب وقتی بنیادش بر دروغه، همین پیشرفتش هم که میگه از نوع کره شمالی، یعنی به قیمت فقر و مرگ مردم، پیشرفت نظامی، همین هم در جمهوری اسلامی حق بازی، همین پهپادهایی که ازش صحبت میشه، مونتاژ قطعاتش تو آمریکا و اروپا ساخته شده، به ایران قاچاق شده. بر اساس گزارشی که همین 3 شنبه گذشته توسط یک گروه تحقیقاتی تسلیحات منتشر شد، پهپادهای ایرانی که روسیه از آنها برای حمله به اهداف نظامی و غیر نظامیان در اوکراین استفاده می‌کند، با قطعاتی ساخته شده که تقریباً منحصراً توسط شرکت‌هایی ساخته می‌شوند که مقر آنها در آمریکا، اروپا و آسیا است. به گزارش نیویورک تایمز و با استناد به این تحقیق، بسیاری از قطعات که محققان بررسی کردند، از جمله نیمه هادی‌ها و سایر قطعات الکترونیک پیشرفته، دارای علامت‌هایی که نشان می‌دهد در سال‌های اخیر تولید شدند، زمانی که ایران تحت تحریم‌های بین‌المللی بوده. پیشتر نیز روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده بود که اطلاعات جدید به دست آمده از پهپادهای سرنگون شده ایرانی در اوکراین نشان می‌دهد که بیشتر قطعات این پهپادها توسط شرکت‌هایی در آمریکا و اروپا تولید شدند و به ایران قاچاق شدند. پیشرفت در جمهوری اسلامی یعنی این.
اگر ندارین میبینین پیشرفتی که در زندگی مردم صورت بگیره، طبق آمار محرمانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مردم در 30 سال گذشته از 1% به 650% رسیده. یعنی قیمت مواد مصرفی و ضروری مردم از سال 69 تا حالا 650 برابر شده. اینجوری زندگی مردم کشور پیشرفت کرده زیر نگین پیشوا. استبداد فاشیستی و این میزان باور نکردنی فقر دلیل انقلاب ژینا علیه حکومت خامنه‌ای و کل نظام اسلامی شه، حتی اگر تا روز آخر عمر حکومتش این آدم انکارش کنه. یه نکته رو عرض کنم، این انکار واقعیت گاهی از جهله ولی گاهی از ترسه و این بار به نظر میاد از ترسه. یه دلیل کوچیک بیارم خدمتتون. با همه نمایش وحشیگری که دارن حکومتی‌ها، روحیه جبهه حکومت در واقع انقدر خرابه که مجبور هر روز یکی از گندلاتاشو بفرسته روحیه بدن به مزدوراشون تو خیابون. این هفته دوم آذر رئیس مجلسشون قالیبافو فرستادن که خودش میدونه دیگه عمری با چماق و کلت ترک موتور لتو پار میکرد دیگه دانشجوها رو تو خیابون و مردم. خوبین شما؟ جنگ خیابانی است و حکومت فرمانده‌هاش میفرسته به نیروها روحیه بدن نذارن خستشن، ولی در دو ماه و نیم گذشته دیدیم که میشن. خامنه‌ای رو سرنیزه نشسته، این حکومت رو سرنیزه نشسته، راه برگشت هم نداره، راه تکون خوردن نداره و این همون سرنیزه هست و همون نیزه هست که کار خودشو مسیر خودشو میره. خب ببینین، هر هفته در کنار پرداختن به مهمترین موضوعهای هفته سعی میکنیم در بخشی از برنامه به یک یا شاید چند تا از دزدان کلان حق و سفره مردم اختصاص بدیم که مردم بشناسنشون و دوباره با عوض شدن اوضاع رنگ عوض نکنن. فردای پیروزی این جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، اینا دوباره نیان وسط بر خر مراد سوارشن و بدزدن از مردم، از حقوق مردم. این هفته میریم سراغ حاج احمد پزنده که به اسم شرکت‌های سوری فولاد و فلز و پروفیل صدها میلیون دلار ارز گرفته تو بازار آزاد فروخته، دمش هم کلفته چون به آیات عظام و لات‌های معمم و مکلا وصله. میگم ایشون که دیدین حاج احمد پزنده هستن، فرزند اسکندر، شماره شناسنامه 15، متولد 3/6/1339، شماره کارت ملی فلان. از چجوری اینا اولا اینقدر جمع میکنن این نوکیسای حکومت و همه هم تخصصشون در رانت و دزدیه، نه اون تخصص کاری که دارن میکنن که مثلا مدیر عامل جایی که هستن، و بعد چرا انقدر ترسانن از دست رفتن این نظامی که در واقع نظام جمهوری اسلامی. از گروه بندی های درون حکومت، جبهه پایداری انقلاب اسلامی که یه عده از وزرای دولت احمدی نژاد و چند تا آخوند اطلاعاتی مثل حمید رسایی عضوشن، علنی تر از بقیه حتما شنیدن اهل رسانه خونی یا گوشکنای رسانه که اینا بیش از بقیه اصرار دارن که بچه های مردم که تو تظاهرات دستگیر میشن باید اعدام بشن. منافع مالی بسیار مهمی دارن اینا که با سقوط این نظام همش به هم میریزه. نه فقط آخوندها و مدده‌های این جریان که استاد همشون تا مرگ مصباح یزدی بود،
افرادی هم که یا به دلیل نسبت خانوادگی فامیلی یا شراکت با این پایداری چی ها حفظ نظام براشون حفظ حساب های بانکی شونه و انبار کردن بیشتر سرمایه های تلمبار شده. نمونه احمد پزنده، مدیر عامل شرکت نیکان پروفیل که ایشون عضو هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل هم هستند و عضو اتاق بازرگانی اصفهان هم هستند. ببینین حسن رعیت، حسن میرکاظمی یادتونه، عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی کارخانجات تولید کننده لوله و پروفیل فولادی ایران بود و مدیر عامل چند تا کارخونه تولید فولاد و انبوه شرکت کاغذی به همین اسم فلز و فولاد و پروفیل و اینا. همین زاکانی شهردار تهران درباره پروندهش گفته بود فقط یک قلم میرکاظمی یا همون رعیت 37 میلیون یورو از بانک صادرات گلستان وام گرفته تا کالا وارد کند. نه کالا وارد کرده، نه پول را پس داده و ارز را هم از کشور خارج کرده. 37 میلیون یورو. رعیت به دلیل تکخوری 400 میلیون دلار، حالا اینجوری که تو دادگاهش گفتن، محکوم شد پارسال به 35 سال زندان. نمیدونم الان کجاست. تو برنامه‌هایی که قبلا در افشای این آدم و بالا سریاش داشتیم گفتم که او در راهروهای مجلس فریاد می‌زد که من رعیت مرتضی رضایی ام. مرتضی رضایی از فرماندهان سابق سپاه و حفاظت اطلاعات سپاه که همیشه به عنوان دست راست پنهان علی و مجتبی خامنه‌ای معروف بوده. نقطه مشترک حسن رعیت و احمد پزنده همین سرتیپ پاسدار مرتضی رضایی است. احمد پزندم دست کم از سال 60 رعیت مرتضی رضایی بوده و اون موقعی که 22 سالش بود و مثل اون یکی رعیت مثل میرکاظمی از صفر چی نداشت، به سرمایه کلون رسید. ضمناً یکی از دلایل این پیشرفت ولایی وصلت ایشون با یکی از بستگان نزدیک محسنی اژه که محسنی اژه‌ای معروفه رئیس قوه قضایی است. این شرکت هایی که عملا در اختیار احمد پزنده است و این گراف هم باز کار آقای فریبرز کلانتری است، این گراف رو نگاه کنین تا خدمتتون بگم. احمد پزنده یا به عنوان مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره تو شرکت صنعتی نیکان پروفیل و شرکت های دیگه با برادرش و پسراش محمد و میثم و مهدی سهیمن. برادر احمد پزنده از قدیمی های انجمن ضد بهائیت در اصفهان که بعداً اسم شد انجمن حجتیه. رئیس هیئت مدیره این شرکت نیکان پروفیل، یه بار دیگه نشون بدیم این گرافی که الان دیدیم که کاملا روشن باشه که پیوند خانوادگی آقای احمد پزنده با محسنی اژه‌ای چگونه است. رئیس هیئت مدیره این نیکان پروفیل خانم عزت باقری اژه‌ای است که خانم عزت باقری اژه‌ای در شرکت‌های دیگه از جمله نورد اسپادانا تشریف دارن و البته تو خونه زندگی احمد پزنده تشریف دارن. احمد پزنده ضمناً عضو اتاق بازرگانی اصفهان که عرض کردم مرکز پولشویی و احتکار و استفاده از رانت‌های کلان در این شهره. درست یک سال پیش وقتی مسعود گلشیرازی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان و اطلاعات سپاه بازداشت کرد به دلیلی که گفتن لو رفتن دزدی های کلان و کلی هم قضیه رو رسانه‌ای کردن که این فلان فلان شده پرونده سنگین فساد داره و ما میزنیم ریشه های فساد و این حرفا، همین احمد پزنده بود که به واسطه نسبت خانوادگی با اژه‌ای رئیس قوه قضاییه او را آزاد کرد با 5000 میلیارد تومان وثیقه. همین حاج احمدی پزنده. بله، این وثیقه های سنگین 5000 میلیارد تومان وثیقه، این وثیقه های سنگین از دوزای کلون دم دست میدونی که عملا به معنی این است که هم پرونده بسته میشه به هر حال و هم ریش طرف گرو گذاشته میشه تو قوه قضاییه که هر کاری بخوان باش بکنن. هر کاری بخوام باش بکنم منظورم سهم خواهی و شراکت در دارایی و شرکت ها و ایناست. بعد ببینید کیا حامی اینان. آیت الله مظاهری رئیس حوزه علمی اصفهان از برادران پزنده
حمایت میکنه و جلسات مشترک متعدد اینا با پایداری چی ها که عرض کردم در دولت احمدی نژاد بودن، مثل صادق محصولی که گردن کلفتشون اونه، پولدارشون اونه، و مرتضی آقا تهرانی مثلا و امثال خود. اینا چیزی نیست که خود است آیت الله مظاهری یا پزنده ها یا بقیه پنهانش کنن. پول و قدرت در حکومت آخوندها دوچرخ گاری یک نظام مقدس هن واقعا. و البته فریب. یکی از دلایلی که این اتاق اصفهانی ها و اتاق بازرگانی اصفهانی ها و مشخصا احمد پزنده و بقیه به آیات نظام و به دزدای کلون مؤتلفه و انجمن حجتیه میچسبند، توجه بفرمایید، اینا ظرایفیه در کار اینا. تخصص مؤتلفه یا تو بازار و انجمن حجتیه یا ضد بهائیت و اینا، تخصصشون در فرار مالیاتی است، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، چون مالیات که اینا نباید بدن، کارگرها و کارمندهای دولت باید بدن. یکی از مهمترین کسایی که حسابای مالیاتی هزاران میلیاردی احمد پزنده و شرکا رو درست میکنه و هر سال بابتش رو البته دستمزد میلیاردی میگیره، رسول احمدی است، سرممیز در اداره مالیات 22 بهمن اصفهان. پیداش کنیم، چون گویا اخیراً دو سال پیش مثل که استعفا داده. رسول احمدی سرممیز اداره مالیات 22، دقیق بگم خدمتتون، به خدا دلم بخواد که بدونین، در اداره مالیات 22 بهمن اصفهان. خب یکی دیگه از کسایی که هم دست احمد پزنده از حجت الاسلام، کمیل کاوه است، رئیس حزب الله اصفهان که معروف آیت الله مظاهری بزرگش کرده. احمد پزنده آمده این کمیل کاوه رو عضو هیئت مدیره کارخونه هاش کرده. روابط احمد پزنده با آیت الله مظاهری و حجتیه ها و پایداری چی ها در اصفهان قدرتی برای پزنده و دار و دستش فراهم کرده که حتی در تعیین استاندار و شهردار و فرماندار اینا نقش دارن. فقط یک رقم از دزدی اینا از بانک مرکزی، یعنی از منابع مردم، رو عرض کنم خدمتتون، وقت زیادی هم متاسفانه نداریم، ارز دولتی میگیرن برای سهمیه واردات ورق فولادی، همون ورق رو بدون فراوری تو بازار آزاد میفروشن. یکی از کسایی که با اینا کار میکنه میگفت روزانه بیش از 5 میلیارد تومان فقط حاج احمد پزنده فقط از این حقه بازی آسان در نظام اسلامی درآمد داره. اطلاعات موثقی هم که به دست ما رسیده میگوید که احمد پزنده داره بیشتر اموالش رو فوری فوتی میکنه به اسم پسراش محمد، میثم و مهدی پزنده و برادرای زنش تا مقصد فرارشون احتمالاً اسپانیاست، چون گل پسراش 6 ماه اسپانیان تو ویلاهاشون و 6 ماه چند ماه هم تهران و اصفهان. و باری ببینید، در این فرصت کوتاهی که داریم من فقط یک مطلبی رو خدمتتون بخونم سریع. چند دقیقه وقت داریم؟ خیلی خوب. در پیوند با پخش اطلاعات در مبارزه مدنی علیه اقدامات سرکوبگرانه حکومت که در برنامه مربوط به مقاومت مدنی و نافرمانی مدنی عرض کردم، نامه‌ای رو براتون میخونم در این پایان برنامه، حاوی نمونه ایست از این اطلاعات از یکی از بینندگان. نوشته از حکومت ایران اینترنت را به روی مردم ایران بسته و با در اختیار داشتن تمامی زیرساخت‌های مخابراتی از آن به عنوان ابزاری برای خفه کردن و جلوگیری از گسترش صدای انقلاب مردم ایران و جلوگیری از بازتاب توحش و جنایتش در رسانه‌های خارجی و سرکوب و تحت فشار قرار دادن مردم استفاده می‌کند. در سطح شهر تهران چندین مرکز مخابراتی کوچک و
بزرگ بسته به مناطق تحت پوشش وجود دارد که زیر ساخت‌ها و دستگاه‌های مخابراتی و سرورهای اینترنتی که ارائه خدمات می‌دهند در این مراکز نگهداری می‌شوند. حکومت از طریق این مراکز با فیلترینگ اجازه استفاده از اینترنت را به ما نمی‌دهد و مکالمات را شنود و رصد می‌کند. یکی از این مراکز مخابراتی به نام مرکز مخابرات قدس در سمت کوی خوابگاه دانشگاه تهران در خیابان امیرآباد شمالی کارگر شمالی است. پشتیبانی مخابراتی و اینترنتی سازمان انرژی اتمی ایران و چندین مرکز مهم دیگر که در خیابان امیرآباد و بالاتر از کوی دانشگاه و خیابان اطراف آن منطقه هستند توسط این مرکز مخابراتی، مرکز مخابرات قدس تامین می شود. بریم پرده آخر. من میخوام امروز در جواب اونهایی که گاهی توهین میکنن، جسارت میکنن به این لباس مقدس و به امامه که نماد پیامبر گرامی و اهل بیت عصمت و طهارت هست، استاد اجازه بفرمایید که من امامه شما رو ببوسم. به توفیق الهی قرنها این نظام گفتیم باز محساس، این یکی هم واسه انجام وظیفه مامورای دریده، هر کی تو جنایت و شریکه. شب و روزگار خوش.